به نظر شما عشق چه طعمی داره؟ یک کار متفاوت، یک دور همی زنونه، یه تصویر خوش آب و رنگ، مهناز افشار، سحر دولتشاهی، بهنوش بختیاری، کمند امیر سلیمانی، نسیم ادبی و بهاره رهنما دور هم جمع شدن و از عشق و مردهای زندگیشون میگن. بهاره رهنما در تازه ترین اثر تئاتریش ترکیبی از بهترین ستاره های سینما رو روی صحنه برده. تی وی پلاس در مهمانی خصوصی شامی که به افتخار شروع این نمایش یعنی دور همی زنان شکسپیر برپا شد شرکت کرد و گفتگوهای داغی رو با بازیگرای اون انجام داد. با ما همراه باشید. ماجرا چیه اصلا؟ نقش کلوپارتا کرد. چرا ما اولش پوپو بودم؟ کلوپارتا رو دارم، بعد اینکه تو دور همه اینا هستش دیگه، جزوی که در اینکه دعوت شده بریم. باغ اینجا باغ خانه جولیته که جمعی از دوستانش، یعنی شخصیت‌های رمان‌های شکسپیر به صورت در یک دنیای امروزی به باغ میان که حرف‌های زنانه بزنن. من دزدمونا هستم، ملکه اینجا. من راهمنم جولیت بودم که در واقع در کنار دوستان بیشتر شرکت میکنم و شنونده حرف دورمشون و گوینده. من هم نقش بازی رو بازی میکنم، همون رام کردن زن سرکش در نمایش شکسپیر که ما زنهای شکسپیر اینجا جمع شدیم تا بخوایم از تجربیات خودمون برای جولیت بگیم، تا اون اشتباه هایی که در حقیقت اتفاقاتی که برای اونا افتاد برای جولیت نیفته. منم سحر دولتشاهی‌ام، نقش اوفلیا رو بازی میکنم. به نظر من این نمایش فرصت خوبیه برای کاراکترهای زن نمایشنامه‌های شکسپیر که بعضا هیچ وقت نتونستن از نقطه نظر خودشون دفاع کنن و اینجا این فرصت بهشون داده شده که بیشتر راجع به خودشون حرف بزنن. من سامانتا، دماغشو تکون شد یه اتفاقی میفته. به سن من قدیده، به سن اونا قدیده. من این تو نقش میراندا رو دارم، جادوگرم و واقعا دارم جادو میکنم، برای اینکه این دوستان انقدر محبت داشتن گروه خودم و گروه آقای پارسی که من این کار رو کارگردانی و نویسندگی و بازیشو دارم. کار بعدی رو بازی میکنم، نقش یه زن 80 ساله و خیلی از بچه ها ممنون، هر دوتا گروه خیلی هم رو که الان تمرین کار بعدی من باز زود صحبتم قطع کنم و مترجم مونم که کام منظرم یه لحظه تشریف بیاریم یه کوچولو که این کار رو ترجمه کردن از اصل یک متن انگلیسی خانم نریر منظمی امروز مهمون گروه ما بودم که من و پیمان قاسم خانی اینو بازنویسی کردیم. تشریف بیاریم ببینیم. مرسی. مضطربین چرا؟ خب من همیشه مضطربم، اسمم باید میذاشم مهناز همیشه مضطرب، ولی صادقانه اینجا اعتراف میکنم که اگر که این بچه ها نبودن من حتما قش میکردم، انقدر که به من انرژی دادن، انقدر عشق دادن، انقدر که همه خوبن، انقدر که روح بزرگی دارن و الان خیلی خستم، ولی خستگی من از اوناست که سرمو میذارم رو بالش با آرامش میخوابم. مردی چیزی رازی جمع مردانه رو برملا میسازد، هم چندان قابل اعتماد نیست. رومئوی من سرش بره یه همچین کاری نمی کنه. فقط یه بار در مورد یکی از دوستانش خیلی متفاوته، یه گیریم، لباسای متفاوت، یعنی فکر کنم چیزی که حتی تو خود تئاتر هم نداشتین، فکر می‌کنم بعد نداشتین، تجربهش خیلی متفاوته. بعدم بالاخره یه نقش مهمی از شکسپیر، جولیت، عاشق‌ترین عاشق. بهاره فکر کنم با شناختی که از من داشته جولیت رو به من داده، ولی کم میگم خیلی نمیتونم تفکیک کنم واقعا شخصیت نمایشنامه‌هایی که ما همه بهش آشنا هستیم، ازشون فیلم دیدیم، نمایشنامه خوندیم، کار تئاتر دیدیم، ولی میگم مجموع اینقدر این تیم ورک که درسته، اینقدر همه چی خوبه که من واقعا نمیفهمم اون لحظه واقعا کیم در واقع. یعنی من قشنگ توی این گروه قشنگ جا افتادم و دارم باهاشون انگار یک رفتار موزون، یه حرکت‌های موزونی داریم با هم انجام میدیم که اینقدر با هم متحدیم و اینقدر زیباست. ان شاءالله که همینجوری هم ادامه بده.
شدم که حالا با تحقیق بله. بوده در حقیقت از دست داد این کاری که آقای فرخ نجات فرمود بله کار آقای دکتر رفیع رو پشیمون نیستی؟ فکر می‌کنی سینمایی بیشتر از تئاتر دیده بشه؟ خب من بیشتر سینما کار میکنم واقعا تخصصم در اونجاست و مهمتر از اینکه آقای دکتر رفیع هم برای من اسم بسیار معتبری بود در سینما، اما واقعا وقتی کلامی به بهاره رهنما قول دادم که سر این کار باشم و اون طول کشید برای من دیگه واقعا انتخاب نبود سینما یا تا ترجیح دادم که پای حرفم بمونم و در کنار بهاره رهنما باشم. خونه زندگیم و اداره کنی، این تجربه جدیده چجوریه؟ خدا رو شکر مردی در کنارم زندگی. آره ولی خدا رو شکر مردی در کنار منه که با زمان تنها بودنم که اینقدر استقلال و آزادی و تعهد نسبت به کارم داشتم هیچ تفاوتی نکرده، چه بسا که بیشتر منو حمایت میکنه برای حضور در کارها. مرسی عزیزم، قربون شما. مرسی جولی جان. جولی یک نظر از ته باغ رومه اوی تو رو دیدم، چه جوان برازندی بود. میگوید که شبیه همه تا هست، درست هست؟ چطور رومه؟ میگوید آبی تره چشمهای دنیا را دارد و زد. میگوید پوستش به درخشندگی آفتاب است و سفید. چه بی نمک دارد. با بهنوش بختیاری عزیز همراه هستیم. در اولین شبی که در اولین باری که تو زندگیشون روی صحنه تئاتر برشون بازی کردن، ای دل غافل، چیه ماجرا؟ حستون چیه؟ خیلی الان سوال کلیشه یا سوالی واقعا حستون چیه؟ ولی واقعا این اعصاب من الان، من تا حالا تئاتر کار نکرده بودم و اتفاقا خیلی هم خوشحال شدم که بهار جون این پیشنهاد رو به من داد، چون هم از دوستای خیلی خوبم هم همکار عزیز منه و راضیتش همیشه الان تقریبا چند سالی هست که دلم میخواد تئاتر کار کنم و این شرایط پیش اومد که دیدم وای همه عزیزام و دوستام هم که کنارم هستن دیگه چی از این بهتر. قبول کردم ولی خب اصلا روند تئاتر خیلی سخته، اینکه هر روز بیای تمرین کنی 6 ساعت 7 ساعت و صحنه احساس کردم یه ذره یعنی باور کنم من فقط احترام دیگه بوده. اصلا یه کسی دیگه شدم، چون احترامم برای تئاتریا چند برابر شد. یعنی واقعا فهمیدم این بنده خدا چقدر زحمت میکشن، واقعا تمرین هر روز از همه زندگیت بزنی از همه چی بیفتی، بعدم این که خب تعداد محدودی تماشاگرچی هستش، ولی من الان خیلی حس خوبی دارم. فقط فکر می‌کنم که چون خیلی وقت بود که معنی واقعی آرت و هنر رو نفهمیده بودم، الان خیلی احساس سبک بالی دارم، با اینکه اصلا احساس می‌کنم ممکنه رو صحنه همه چی یادم بره ممکنه، ولی خیلی خوشحالم که یه توپخ داشتم. بله دیگه واقعا خیلی برام دور از فکر می‌کردم اصلا میام همه چی رو فراموش می‌کنم. زن خیلی اقواگر و بلد و به شما نمیاد، برعکس خودمه. چجوری دادم به شما دیگه بهاره هم چی توی من دیدی؟ امشب دیدیم که یکی از دوستای صمیمی بسیار صمیمیتون اومده بودش که کار شما خیلی سورپرایز شد، ایشون از این عادت ها ندارن. الناس شاکر دوست رو دیدید؟ شاکر دوست عزیزترین رفیق من و فکر کنم اومد انرژی مثبت رو براتون بفرسته. واقعا میدیدمش توی جایگاهش که نشسته بود، معمولا الناس جایی نمیره ولی من ازش خواهش کردم و اومدش و خیلی هم بعد از که اجرا تموم شد تماس گرفت، گفت من چون یه خود شلوغه دیگه میرم، ولی بهش عاشقت بودم، بسیار خوب بودیم. من میگم تئاتر رو ادامه بده و بهت خیلی دلگرمی بهم داد و خلاصه الناز هم دیگه از اون دوست خوباست. واقعا بهش هم گفتم خانم شاکر دوست خوشگل، دوست صمیمی مهربون من، بیا با هم دیگه یه تئاتر اجرا کنیم، حالا با همین گروه. اتفاقا گفت باشه، خیلی دوست دارم. و خلاصه دیگه ما اومدیم همه تو تئاتر. منتظر باشم که کم کم بهاره همه سینمایی‌ها رو بیاره تو تئاتر. من دیگه الان تئاتر جواب میده، چون تنها چیزی که بیان و بدن آدم راه میفته. بعدم واقعا سریال ها و فیلم ها خب خیلی ضعیف شدن به نظر من، خیلی ضعیف. حالا ان شاءالله تو تئاتر خوب باشی دیگه، ببینیم چه اتفاقی. خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. قربونتون، حتما بیاین تئاتر رو ببینید، خیلی تئاتر خوبیه. قربون شما، متشکرم.